بچه ها کارنینا وکس خیلی خوش اومدین به این اکشن ویدیو دیگه. امروز میخوایم ریاکت بریم به یکی از ترک های جدید شاهین نجفی به اسم 209 از آلبوم سیگما. خب بچه ها جدیدن داریم به شاهین نجفی ریاکت میریم، از آلبوم جدیدش شروع کردیم، فعلا موزیکای جدیدش و آلبوم جدیدش رو ریاکت میریم، ولی شما بنویسین تو کامنت ها اگر که هر کدوم از موزیکایی که بیشتر دوست داشتین از آلبوم جدیدش زودتر بهش ریاکت بریم. تا جایی که سعی دارم این آلبوم رو سعی میکنم تکمیلش کنم موزیکاشو، ولی موزیکایی که خیلی بیشتر دوست داشتین برام درخواست بنویسین تو کامنت ها، اونو زودتر ریاکت میرم. و بعدش اگر این آلبوم تموم شد انشالله برمیگردیم به موزیکای قدیمیش. اگه جدیدن با کانال من آشنا شدین سابسکرایب یادتون نره، زنگوله هم بزنید نوتیفیکیشنش براتون بیاد. و اینکه مرسی که هستید، مرسی که حمایت میکنید، چه اونایی که حمایت میکنن، چه اونایی که آنساب میکنن، چه اونایی که دیسلایک میزنن، مشکلی نداره. کارنینا اینجا اومده تو کانال خودش، چه به ریاکشن به موزیک، چه ریاکشن به ویدیوهای دیگه. میخوام فازش اینه که نیتش اینه که یه لحظه فان و قشنگ و پر انرژی رو براتون بیاره و حال دلتون رو خوب بکنه. تا حالا نه حاشیه داشتم، نه حرفی زدم، نه توهینی کردم، نه بی‌احترامی کردم و همیشه هم تا ابد همینطور خواهد بود، مگر اینکه کسی بخواد بیاد ما رو وارد حاشیه کنه که اون موقع دیگه اون روی کارنینا رو باید ببینید. دونت فان که این اتفاق نیفته. خب بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، بریم که موزیک رو گوش بدیم. بعد شاهین نجفی به اسم 209 که خیلی هم وایرال شده، خیلی هم طرفدار داشته، برای من نوشته بودین این موزیک مثل که تو آلبومش خیلی سر صدا کرده. خب آماده این بریم، لتس گو. It's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off. چقدر گیتارش آرامش بخش، یعنی چقدر نرم میزنه. تو که میشناسی درد تو شعرامو، تو که میفهمی معنی ایهامو، تو که با رنج کشیدی بدن زخمیمو، تو که دیدی یه شب برف رو موهامو. تو که میفهمی معنی ایهامو، این معنی برف نشسته رو موهام هم میتونه معنیش این باشه که یه دفعه دیدی یه اتفاق میفته، یه شوکی با آدم وارد میشه، یه دفعه یه قسمتی از موهاش یا حتی کل موهاش یه دفعه سفید میشه، یه شب سفید شدن موهاشو میگه. فرموهامو بدنم مهلکه یه شیه یه شلا شد، من اگه خسته شبیه تن ایران بودم، من اگه لحظه پایانی انسان بودم، خاطرات تو منو زنده نگه داشتن اوز وسط بی تو ترین نقطه زندان بودم، که به یاد تن گرم تو تنم داغ شد، با لبات فاتحه هر غمی و میخونم، من به آرامش وحشی چشات مدیونم. چقدر تا اینجا تضاد داره، ایهام داره. من به آرامش وحشی چشات، آرامش وحشی کاملا متضاده. و چقدر با اینکه موزیک، با اینکه تکست شعرش خیلی غمگینه، خیلی هم سنگینه هم غمگینه هم خیلی دپه، ولی یه آرامش خاصی میده. حالا نمیدونم به خاطر گیتارشه، موزیکشه، صداش هم تونش خیلی آرامش بخشه. با لبات فاتحه هر غمی و میخونم، من به آرامش وحشی چشات مدیونم، یه بناهنده یه ترسیده یه دنام، اما پشت مرز تن تو تا به ابد میمونم، منو از این غم جاودان آزاد کن، تو که باشی پیش من خنده به دردا میزنم، حتی اون لحظه که از شکنجه ها جو میکنم، تو دلیل سبز ریشمی تو خاک این کویر، چرا خمش قامتم زرد بشه روح و تنم،
که جواب موندنم اره سر ساخ شد. اگه فردایی باشه من با تو میسازم، برد من وقتیه که به تو میوازم توی این روزا. چقدر قشنگ میگه برد من وقتیه که من به تو میبازم، انگار تو بازی زندگی یا یه جاهایی حالا بازی خیلی معنی دیگه میتونه تو زندگی داشته باشه. اینه که میگه ایهامو خوب میفهمی تو شعراش، ایهامو تضاد زیاد داره. شما به یکی میبازی، یه کاری که مثلا دوست نداری رو یه جور دیگه انجام میدی که طرف مقابلت خوشحال بشه، خوشحالی اون برات خیلی شیرین تره تا باختت. باخت که شیرین نمیشه، ولی همون اینقدر برات قشنگه که برات مهم نیست باخت خودت. اگه فردایی باشه من با تو میسازم، برد من وقتیه که به تو میوازم توی این روزای شوم، شده کل آرزوم روز آزادی بیاد حبس بشم تو بغلت بین دست. حبس بشم تو بغلت، زندانی بوده آزاد میشه حالا میخواد دوباره حبس بکشه، ولی چه حبس قشنگی. اینم خیلی تضادهیام داره. روز آزادی بیاد حبس بشم تو بغلت بین دستات، برسم به اوج پروازم با لبات فاتحه هر غمی و میخونم، من به آرامش وحشی چشات مدیونم، یه پناهنده یه ترسیده یه تنام، اما پشت مرز تن تو تا به ابد میمونم. پناهندگی و مرز و مرز کشورها رو داریم، مرز و به چه چیزایی تشبیه کرد؟ تا به ابد میمونم، منو از این غم جاودان آزاد کن، با لبات فاتحه هر غمی و میخونم، من به آرامش وحشی چشات مدیونم، یه پناهنده یه ترسیده یه تنام، اما پشت مرز تن تو تا به ابد میمونم، منو از این غم جاودان آزاد کن، با لبات فاتحه هر غمی و میخونم، من به آرامش وحشی چشات مدیونم، یه پناهنده یه ترسیده یه تنام، اما پشت مرز تن تو تا به ابد میمونم، منو از این غم جاودان آزاد کن، منو از این غم جاودانه آزاد کن. غم اگه جاودانه باشه مگه میشه ازش آزاد؟ خودش داره میگه جاودانگی همیشه جاودانه، یعنی همیشه غم هست. من از این غمی که همیشه هست آزاد کن، چجوری میشه؟ خیلی موزیک عشقی بود، عاشقانه بود، دردناک بود، ولی نمیدونم چرا به من انقدر حس آرامش داد. نمیدونم شما چه حسی از این موزیک گرفتین. بچه حتما تو کامنت ها برام بگید، خیلی دوست دارم بدونم که من که این ارتباط رو برقرارم همچین حسی به من داد، آیا من مشکل دارم، جریان چیه، باید همچین حسی میگرفتم یا نه. شما چه حسی گرفتین از این موزیک، خیلی دوست دارم بدونم. مرسی که تا اینجای ویدیو امروز هم با من بودین، خیلی دوستتون دارم. اگه جدیدن با چنل من آشنا شدی سابسکرایبتون نره. اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما حتما دکمه لایک رو بزنین، یه قلب سفیدم برام بذارین. خیلی دوستتون دارم، شب روز خوبی داشته باشین، خدافظ. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends.